عالی شد، بفرمایید. الله ها بر همه دوستان. با صدای من میاد؟ بسیار عالی. بسیار. با تبریک اعیاد بزرگ رضوان و آرزوی سلامتی برای همه عزیزان، بندم خوشحالم که در خدمت دوستان عزیز هستم. خدمتتون که عرض کنم، قبل از اینکه به پیام مهیمن رضوان بیت العظم الهی بپردازیم، من یه نکته رو باید اینجا بگم، به جهت اینی که در صحبتهایی که یکی دو جلسه قبل کردم شاید اشتباه برداشتی شده باشه و میخوام که این موضوع رو روشن کنم برای عزیزانم، به خصوص جوانان عزیز. خدمتتون که عرض کنم، همه ما میدونیم که جایگاه جوانان بهایی در امر مبارک از جایگاه بسیار بسیار رفیعی برخوردار هست، چنانچه در چند مقطع تاریخی بیت العظم تصمیماتی رو گرفتن که این نشون دهنده جایگاه و عظمت جوانان هست. و این جوانان تفاوت نمیکنه در کجای دنیا هستند، در اروپا هستند، در آمریکا هستند، در اقیانوسیه هستند، در آفریقا هستند، در آسیا هستند، حتی در ایران هستند. خطاب بیت العظم به جوانان هست، به خصوص جوانانی که در میدان خدمت هستند. حتی جوانانی که در ایران هستند اگر در میدان خدمت نیستند، باید خود را در سلک خادمین میدان خدمت در بیاورند تا مفهوم استقامت سازنده که بیت العظم در پیام‌ها از چندین سال قبل خطاب به احبای ایران می‌فرمایند روشن بشه. بیت العظم در پیام رضوان 2021 می‌فرمایند یکی از چشمگیرترین و الهام بخشترین ویژگی های این دوره 25 ساله خدمات جوانان بهایی است. پس این قابل انکار نیست. و یا در سال 2005 اگر دوستان یادشون باشه، تواندهی نوجوانان جزو خدمات اجتماعی محسوب میشد و جزو اقدامات اساسی نبود. در سال 2005 یعنی نقشه 5 ساله دوم، بیت العظم به دلیل خدمات جوانان عزیز و کیفیت کار تواندهی نوجوانان تصمیم گرفتند و ابلاغ فرمودند که تواندهی نوجوانان از این به بعد جزو اقدامات اساسی محسوب بشه. و در خیلی از پیام‌های دیگه که من الان فرصت دوستان رو نمیگیرم در مورد جوانان عزیز صحبت کردم، اما روی سخن بنده در مورد جوانان عزیزی بود که در این ور دنیا زندگی می‌کنند و از آزادی عمل بسیاری برخوردار هستند و اقدامی انجام نمی‌دهند. من روی سخنم با اون عزیزان بود که اونها هم خودشون رو در سلک این خدمات در بیاورند تا در زمره این جوانان باشند، جوانانی که حضرت ولی مقدس امرالله فرمودند آری جوان تواند که عالمی را به حرکت در آورد. اون جوانی که عالم را به حرکت در می آورد جوانی است که اول خود را به حرکت در می آورد و بعد کم کم عالم به حرکت در خواهد آمد. از این جهت من این توضیح رو دادم که مبادا نکته ابهامی باشه در مورد ارادت حداقل شخصی بنده، ارادت شخصی بنده نسبت به این جوانان عزیز و برومند که بیت العظم در یه پیامی فرمایند در این کنفرانس هایی که ما شرکت کردیم بسیار خلق بدی در بین این عزیزان دیدیم و این خود باعث افتخار مواهات همه ما خواهد بود. انشالله که همه جوانان عزیز ما در سرک خدمت خواهند. اما در مورد پیام
رزوان 2022. پیام رزوان 4 صفحه است، ولی مفاهیم بسیاری در این پیام موجود است. البته خیلی از این مفاهیم رو ما در ارتباط با پیام 30 دسامبر که با هم مطالعه میکردیم راجبش صحبت کردیم. یه فرصت خوبی هم هست که یک چی میگن بازنگری به اون مفاهیم بکنیم، ببینیم چقدرش در ذهنمون مونده، چقدرش رو همراه داریم، و بعد این پیام رو با هم انشالله مطالعه میکنیم و جلو میریم. البته من یه مجموعه تهیه کردم، انشالله دادم تایپ بشه ارسال میکنم برای عزیزان که حدود 40 پرسه جناب منصور شما فریز شدین. آزمایی از خودمون انجام بدیم تا انشالله بتونیم بهتر مفاهیم رو در ذهن نگه داریم. انشالله اینم که تهیه شد ارسال میکنم برای جناب جابری که برای دوستان عزیز هم ارسال بفرمایید. خیلی ممنون. سپاسگزارم جناب منصور عزیز از این زحماتی که میکشید و خدماتی که انجام میدید. واقعا ارزش بسیار والایی داره. میریم خدمت روی خانم عزیز، خانم زمانی، الله ابها. روی خانم تشریف دارین؟ الله پا حالتون خوبه، ببخشید من حامد اشتباهی از طریق کامپیوتر باز کرده منو، اگر ممکنه از طریق تلفن منو باز کنه بهتر. دو تا تشریف آورده بودی؟ من بله که اونی که عکس گل هست. شما خودتون گلی روی خانم. ممنونم آقای رزاقی، لطف دارید. چون از این وقتا اینترنت خونه خوب نیست، سعی میکنم از طریق تلفن بیام. بسیار عالی. حامد جان بزرگترش کن عزیزم. دست آقای جابری هستش پیام. جناب جابری عزیز. بله. عالی شد. روی خانم با تلفنشون بله. دیگه راحت. چشم. ببخشید من علاقا عرض کنم خدمت همه عزیزان، با اجازتون و شروع میکنم پیام رو. حتما خوش آمد. مرسی و چک. ستایندگان اسم اعظم در سراسر عالم ملاحظه فرمایند. دوستان عزیز و محبوب، سالی مشهون از تدارک و تأمل و همچنین کوشش مجدانه به پایان رسیده است. سالی که وجه امتیازش تلاش احبا در سراسر جهان برای گرامی داشته صدمین سال صعود حضرت عبدالبها از جمله اعزام نمایندگانی جهت شرکت در مراسمی ویژه برای بزرگداشت آن حضرت در عرض اقدس بود. بر اثر این تلاش ها حیات حضرت عبدالبها الهام بخش نه تنها بهایان بلکه نفوس بیشمار دیگری گردید. دلسوزی هیکل اطهر برای هر یک از اعضای خانواده بشری، سعی ایشان در امر تبلیغ، ترویج مجهودات برای تعلیم و تربیت و رفاه اجتماعی، اعانت شایان هیکل مبارک به گفتمانها هم در شرق و هم در غرب، تشویق صمیمانه آن حضرت در اجرای مشروعات بنای مشارق الاذکار، شکل دادن و هدایت نمونه های اولیه نصب اداری بهایی، پرورش جنبه های مختلف حیات جامعه، همه این جوانب مکمل در حیات مبارکشان
نمایانگر تعهد مستمر و کامل آن وجود نازنین به خدمت به آستان الهی و عالم انسانی بود. فراتر از یک مرجع رفیع الشأن اخلاقی و منشأ عظیم القدر بینش‌های روحانی حضرت عبدالبها، واسطه منزهی بودند برای بست قوای روحانی منبعث از ظهور حضرت بهاءالله در عالم بشری، برای درک نیروی اجتماع سازی آیین بهایی کافی است که به توفیقات حضرت عبدالبها در دوران قیادت آن حضرت و اثرات تقلیب کننده هدایات بنگریم که مستمرن از کرکه اطهرشان جاری بود. سرچشمه بسیاری از پیشرفت‌های شگفت انگیز جامعه بهایی کنونی که در پیام رضوان گذشته بررسی شد را میتوان در اقدامات، تصمیمات و هدایات حضرت عبدالبها یافت. سپاسگزاریم روی خانم عزیز. دوستان عزیز وقت دارن که تأملی بفرمایند و تفکری داشته باشند و عنایت کنن نظراتشون رو برای ما با ما در میون بذارن. هر کدام از عزیزان که نظری دارن دستشون رو لطفاً بیارن بالا، در خدمتشون خواهیم بود. جناب منصور در خدمت شما این عزیزان. خواهش میکنم. خیلی ممنون. خدمتتون که عرض بکنم، ما وقتی پیام‌های بیت العظم الهی رو زیارت می‌کنیم یا هر یک کدوم از آثار دیگری از طلعات مقدسه، تفاوتی نمی‌کنه، ولی پیام‌های بیت العظم رو که زیارت می‌کنیم یک بار باید این پیام رو بخونیم، سریع بریم و دفعه دیگه دوباره بخونیم، یه خورده با مکس بیشتری مطالعه کنیم، بریم بار سوم که میخونیم، در هر پاراگرافی که میخونیم روی مطالبی که سوال برانگیزه برای خودمون یه خط بکشیم زیرش و بعد مجدداً برگردیم و به اون سوالاتی که درآوردیم پاسخ بدیم خودمون. به این شکل ما میتونیم روی پیام، یعنی هر پاراگراف پیام، تأمل و تفکر کنیم و کافیه که چند تا از پیام‌ها رو ما اینگونه عمل بکنیم، کم کم پیام‌های بعدی که میاد مثل یک قاموس در ذهنمون هست و راحت میتونیم این پاسخ‌ها رو بدیم. این خودش معنای تفکر هست. چون یه بار خدمت دوستان عرض کردم، حضرت ولی اعظم الله فرمودند تفکر یعنی مفاوضه فرد با روح خودش، یعنی ما از خودمون، از روحمون، از اون ذهنمون و از قلبمون پاسخ میگیریم و اون موقع میتونیم بگیم تفکر کردیم. در این پاراگراف ابتدا میفرمان سالی مشهون از تدارک و تأمل و سالی که کوشش مجدانه در اون انجام گرفت. خب اولین سوال و دومی سوال اینه، تدارک و تأمل برای چی و در چی؟ کوشش مجدانه یعنی چی؟ چه کوشش مجدانه؟ این
دو تا سوال هست که اول پیام ما باید بر خودمون مطرح کنیم. تدارک و تأملش بیشتر برمیگرده به توضیحی که دنباله پیام داره میاد در مورد صدومین سال صعود هیکل مبارک حضرت عبدالبها، ولی کوشش مجدانه اینجا برمیگرده به چی؟ باید برگردیم به اون پیام رضوان 2021 که ببینیم در پیام رضوان 2021 در مورد نقشه یک ساله اعظم چی فرمودند که حالا اینجا از واژه یا از مفهوم کوشش مجدانه استفاده میکنن. اگر یادمون باشه در پیام 25 نوامبر 2020 که پیام عهد و میثاق بود، اگر یادمون باشه بیت الله اعظم بشارت دادند که پیام در رضوان 2021 نقشه 12 ماه آغاز خواهد شد و در اونجا توضیح برای ما دادند که این یک سال برای فرمودند سالی برای تأمل عمیق بر حیات مبارک حضرت عبدالبها است و بعد فرمودند که در محدودهای جغرافیایی که خودشون رو نتونستند به اهداف نقشه برسونند این یک سال فرصت خوب جناب منصور صداتون قطع شد عزیزم. صداتون نمیاد. الان صدای من میاد. بله. پس این کوشش مجدانه برمیگرده به اون فرصت یک ساله‌ای که بیت العدل اعظم به احبای عالم دادن که در این 12 ماه آنچرا که از نقشه 5 ساله قبل باقی مانده و هنوز به اهداف نرسیدند رو با یک کوشش مجدانه خودشون رو به اهداف برسونن و اگر یادمون باشه خوشبختانه هم به اهداف رسیدند و هم از اهداف کمی هم فراتر رفتن. حالا یه سوال اینجا مطرحه که باز برای اینکه ما خوب بتونیم تفکر کنیم، اینجا سوال این هست چه مواردی از حیات هیکل مبارک الهام بخش بود؟ اینجا بیت العدل اعظم در 7 مورد حیات حضرت عبدالبها رو برای ما توضیح میدن. این گونه نگاه کردن به پیام باعث میشه که ما حیات حضرت عبدالبها هم در ذهنمون بمونه و الهام بخش بودن حیات مبارک برامون چی میگن جا بیفته که در چه مواردی این کار رو انجام دادن. حالا من یه سوالی میکنم از این پاراگراف، دوستان لطف کنن با من همکاری بکنن و اون اینه: جایگاه و منزلت حضرت عبدالبها در امر مبارک چیه؟ البته اونایی که کتاب 8 واحد 1 رو خوندن دقیقا میدونن جایگاه حضرت عبدالبها در امر مبارک چی است، ولی اینجا هم بیت العدل اعظم الهی برای ما توضیح میدن که جایگاه و منزلت حضرت عبدالبها برای ما چی است. میفرمان چی؟ می‌فهمند فراتر از یک مرجع رفیع الشأن اخلاقی و فراتر از یک منشأ عظیم القدر بینش‌های روحانی، حضرت عبدالبها واسطه منزهی بودند برای بست قوای روحانی منبعث از ظهور حضرت بهاءالله. یعنی فقط حضرت عبدالبها یک مرجع روی و شأن اخلاقی و عظیم القدر بینش‌های روحانی نبودند، بس یک واسطه روحانی بودند برای اینکه قوای حضرت بهاءالله بروز کنه.
که ما میدونیم به واسطه همون مرکزیت عهد و میثاق یا وسیله عهد و میثاق این اتفاق افتاد، چون میدونیم که مقام حضرت عبدالبها والاتر از حتی مرکزیت عهد و میثاق بود. به همین دلیل که این نکاتی هستش که خب در پیام میشه بهشون دقت کرد، توجه کرد و یه مقداری درک و فهم رو عمیق‌تر کرد. حالا یه سوال دیگه اینجا مطرح هست که می‌فرمایند که سرچشمه بسیاری از پیشرفت‌های شگفت‌انگیز جامعه بهائی کنونی، یعنی مثلا در همین 25 سال توفیقاتی که جامعه به دست آورده، می‌فرمایند میتوان این رو سرچشمش رو اقدامات و تصمیمات و هدایات حضرت عبدالبها دونست. مگر حضرت عبدالبها در دوران حیاتشون چه اقدامات عظیمی رو، حالا خیلی اقدامات انجام دادن که تو ذهن ما هست، ولی چه اقدامات عظیمی رو انجام دادن که شده سرچشمه همه این امور؟ توی کتاب 8 واحد 2 دوستان حتما یادشونه. جناب منصور سنم خانم دستشون بالا هستش. بفرمایید خانم اردستانی. سلام با خدمت شما و جناب منصور و عزیزان. این در مورد اینکه حضرت عبدالبها چه کارهایی رو انجام دادن، این برایش کس پوشیده نیست با توجه به اونچه که در آثار مبارکه میخونیم و اینکه به ما یاد دادن چجوری در امر تبلیغ چگونه با کسایی که در ارتباط هستیم صحبت کنیم، چجوری بتونیم از لحاظ تعلیم و تربیت چجوری رفتار کنیم، چطوری فرزندانمون رو تربیت کنیم و در مورد اینکه در اجتماعی که هستیم به عنوان یک فرد بهائی چگونه رفتار بکنیم، همه اینها تمام اینها هدایاتی بودش که حضرت عبدالبها در رفتار خودشون در سفرهای تبلیغی که به شرق و غرب داشتن نکاتی بودش که به ما آموزش میداد که چگونه رفتار کنیم که بتونیم در امر تبلیغ موفق باشیم. حتی وقتی میخونیم که حضرت عبدالبها چگونه خودشون به افرادی که خیلی بیمار بودن و کسای دیگه نمیتونستن حتی بهشون نزدیک نمیتونستن بشن چجوری رفتار کردن و تمام اینها درسی بودش که ما از رفتار ایشون یاد گرفتیم به عنوان مسئله اعلای دیانت بهائی. و من خودم به شخصه وقتی که حتی حکایات امری رو برای بچه ها میخوندم حس می کردم که بچه ها به طور مستقیم و غیر مستقیم خیلی چیزها رو یاد می گیرن، خیلی چیزها درشون اثر می زاره و این بزرگترین گنجینهی بودش که ما می تونیم بگیم که از حضرت عبدالبها برای ما مونده و این تمام پیشرفت های امر می تونه بیشترش از این باشه که ما با توجه به این راه مستقیمی که به ما یاد دادن تونستیم حتی هدایت های معهد اعلی همه در راستای این مسئله بوده. در ضمن میخواستم یه سوالی از جناب منصور با اجازه جناب رزاقی بپرسم که این که شما فرمودین و محبت کردین که 40 تا سوال و جواب رو تهیه کردین، این در ادامه اون 30 سوال و جواب قبل هست یا این یک چیه جدید هستش؟ یه برنامه جدیدی هستش. تشکر میکنم جناب منصور جان. خواهش میکنم. این در مورد همین پیام رضوان 2022 هست. اون در مورد پیام رضوان 2021 بود. این در مورد پیام رضوان 2022 هستش. تشکر میکنم.
تشکر میکنم. خیلی ممنون از محبتت. خواهش ممنون. بسیار خوب، خیلی ممنون. برای دوستان یادشون هست که در کتاب 8 واحد اول وقتی ما میخوندیم از کتاب قرن بعدی مطالبی رو نقل کردن که کارهای عمده‌ای رو که حضرت عبدالبها انجام دادن و شد نقطه عطفی برای حرکت جامعه بهائی در همه زمینه‌ها چند مورد رو بررسی می‌کنند. اولین مورد استقرار امرالله در غرب بوده که حضرت عبدالبها اقدام به این کار کردند، سفرهای اروپا و آمریکا و بعد صدور نقشه های تبلیغی حضرت عبدالبها که اصلا نقطه عطف حرکت های تبلیغی از اون زمان شد و پیگیری حضرت عبدالبها و بعد هم پیگیری های حضرت ولی مقدس امرالله. و بعد نقطه دیگر ترویج و تحکیم سیستماتیک امرالله در سراسر عالم، یعنی حضرت عبدالبها فقط فرامین تبلیغی رو صادر نکردند بلکه دنبالش رو گرفتن. و اگر دوستان به فرامین تبلیغی مراجعه کنن میبینن مثلا برای این ایالت‌های آمریکا مشخص کردن که باید چه کارهایی رو انجام بدن، برای اون ایالت‌های آمریکا مشخص کردن باید چه کارهایی رو انجام بدن و اینها همه به قول معروف یک مسیری رو برای جامعه بهائی باز کرد که تا الان هم ما داریم در همون مسیر حرکت میکنیم. و همین دلیله که واقعا همه دستاوردهایی که الان به وجود آمده همه مدیون همین هدایات حضرت عبدالبها هستش. ممنون. خواهش می‌کنم جناب منصور عزیز. روی خانم در خدمت شمایی. چشم. می‌خواستم اینو اضافه کنم که یکی دیگه از اقداماتی که از عبدالبها کردن اولین مدرسه بهایی بود که از عبدالبها انجام دادن و کلینیک هایی که درست شد همه از زحمات از عبدالبها بود اولین بار. چکر. پس چقدر به جا و شایسته است که تجلیل جمعی جامعه بهایی از مثل اعلایش مقدمه‌ای برای شروع مشروع عمده‌ای باشد که تمرکزش ظهور و بروز بیش از پیش نیروی اجتماع سازی آیین بهایی است. حوزه‌های عمل نقشه 9 ساله و سلسله نقشه‌های کنونی متوجه تحقق این هدف کلی می باشند. این هدف همچنین مقصد بیش از 10,000 کنفرانسی است که در سراسر کره ارض به مناسبت آغاز این مشروع عظیم روحانی در حال برگزاری است. ببخشید اگه ممکنه صفحه رو بالا ببریم. این کنفرانس ها که انتظار می رود پذیرای تعداد بی سابقه ای از شرکت کنندگان باشند، نه تنها پیروان حضرت بهاءالله بلکه بسیاری دیگر از خیرخواهان عالم انسانی را که همچون بهایان مشتاق ترویج وحدت و ساختن دنیایی بهترند گرد هم می آورد. روح منبعث از همایش هایی که تا کنون برگزار شده عزمی راسخ و حسی قوی و هدفمند را منعکس می کند. همایش هایی که شرکت کنندگانش در اثر مشورت های پویایی که در آن سهیم بودند و نیز با بینش جمعی که از این رویدادهای فرح انگیز حاصل شده به جوش و خروش آمدند. این جمع مشتاقانه منتظر آنچه ماه‌ها و سال‌های آینده به ارمغان خواهد آورد می باشد. ممنون روی خانم عزیز. خواهش. دوستان عزیز در خدمت شما هستم.
جناب منصور عزیز بفرمایید. خب در مورد این پاراگراف هم باز با هم یه مقداری به تأمل می‌پردازیم. در این پاراگراف با این موضوع شروع می‌کنند که اهداف عمده نقشه 9 ساله چی هست؟ یعنی یکی از هدف‌های عمده نقشه 9 ساله و همچنین یکی از هدف‌های برگزاری حدود 10,000 کنفرانسی که یه سریش برگزار شده و یک سریش هم در حال برگزاری هست، اهداف اینها چی هست؟ یعنی هدف کلی این دوتا چی هست؟ بیت العدل اعظم می‌فرماید هدف کلی این رو بیت العدل اعظم ظهور و بروز بیش از پیش نیروی اجتماع سازی می‌فرماید. یعنی هم در ارتباط با خود نقشه هدف کلی ظهور و بروز نیروی اجتماع سازی هست که البته اون رو در قالب رشد محدودهای جغرافیایی می‌بینیم، و هم هدف کلی کنفرانس هایی که برگزار شده و داره برگزار میشه هم همین هست. و این خیلی مهمه، یعنی به خصوص از زمانی که این پیام مورد مطالعه قرار گرفته، مسلماً با برنامه که از قبل در مورد کنفرانس ها تهیه شده بوده میبایستی در این مسیر کنفرانس ها حرکت کرده باشند و حرکت بکنن، چون خیلی نکته مهمی هست. و بعد در ادامه پاراگراف از ما این، یعنی این سوال رو میتونیم بر خودمون مطرح بکنیم که دستاورد این کنفرانس ها چی بوده. اگر سوال بکنیم از خودمون که دستاورد این کنفرانس ها چی بوده، و یا اینکه دستاورد این کنفرانس ها باید چی باشه. یعنی ما فقط کنفرانس برگزار نمی کنیم که کنفرانس برگزار کرده باشیم و دل خوش به این بداریم که مثلا در شهر ما یا منطقه ما یا ایالت ما، چون وقتی میگیم کنفرانس هایی که به طور از اعظم الهی فرمودن، اینها هدف داره، پس باید با اون هدف و با اون برنامه ما جلو بریم. خب هدف برگزاری این کنفرانس ها چی بوده؟ اینجا در پیام می‌فرمایند روح منبعث از همایش هایی که تاکنون برگزار شده، عزمی راسخ و حسی قوی و هدفمند را منعکس می‌کند. یعنی کنفرانس ها وقتی تمام میشه یک چنین دستاوردی رو باید به وجود آورده باشه. و یا سوال دیگری که اینجا مطرح هست، این کنفرانس ها برنامه داره. آیا ما از برنامه کنفرانس ها مطلع هستیم که این کنفرانس ها که برگزار میشه برنامهش چیه؟ چه برنامه ای داره؟ مثلا در 2 روز کنفرانس، 3 روز کنفرانس، آیا برنامه خاصی داره این کنفرانس ها؟ که مسلماً داره، مسلماً کنفرانس برنامه داره. مثلا 5 موضوع کلی رو این کنفرانس ها پیگیری می کنند که در و سوالاتی رو مطرح می کنند برای رسیدن به اهداف این موضوع ها، که در گروه های بزرگ اول مطرح میشه و بعد شرکت کنندگان در گروه های کوچکتر به شکل کاربردی و واقعی در ارتباط با محلی که زندگی میکنن اینها رو پیاده میکنن. و همین دلیله که میبینیم که آنچه که هدایت میکنن بیت العدل اعظم الهی و میفرمان هدفش ظهور و بروز نیروی اجتماع سازی امر مبارک هست، پس برنامهش هم توی همین زمینه هست. این خیلی خیلی مهمه که بهش باید ما توجه ویژه‌ای داشته باشیم. خب حالا کیفیت کار در این کنفرانس ها چگونه است؟ اینم باز یه نکته مهمی است که اینجا بیت العدل اعظم می‌فرمان چی؟ کیفیت کار روی برنامه ها باید چگونه باشه؟ می‌فرمان همایش هایی که شرکت کنندگانش
در اثر مشورت‌های پویایی که در آن سهیم بودند. یعنی پس شرکت کنندگان با هم میشینن راجع به موضوعاتی مثل بینش‌های حضرت بهاءالله برای عالم انسانی، ساختن جوامع زنده و پویا، در مورد مؤسسات آموزشی، در مورد مشارکت در تقلیب اجتماعی با هم به مشورت پویا میپردازن. مشورت پویا یعنی شرکت همگان در اون مشورت، نه به سخنرانی برگزار بشه. مشورت پویا معنا داره و نیز با بینش جمعی که از این رویدادهای فرح‌انگیز حاصل می شود. یعنی کیفیت کار باید طوری باشه که ما به اون بینشی که مورد نظر بهتراد لازم الهی هست برسیم. پس می بینیم وقتی ما یک پاراگرافی از پیام بهتراد لازم الهی رو می خونیم، می بینیم که چه نکاتی رو دقیق و ظریف و راهکارهایی رو برای انجام اون کاری که ما میخوایم انجام بدیم به طور لازم به ما میفرماید و ما باید اینا رو دونه به دونه مثل یه خدمتتون عرض میکنم نقشه به طور لازم دیگه. مثلا فرض کنید یک خلبان یک هواپیما وقتی که از یه جایی به یه جایی میخواد بره، یا یه فردی در جنگل از یه جایی به یه جایی میخواد بره و هیچی نداره، یه نقشه داره و این نقشه رو باز میکنه و دقیقا نگاه میکنه که با قطنما نگاه میکنه ببینه که کجا هست، حالا باید از کجا بره، به چه جهت بره. این نقشه رو تا نمیکنه بذاره جیبش بعد همجوری حرکت بکنه بره. به همین دلیله که خیلی ظریفه. من این نکاتی رو که هی توجه میدم یا ممکنه بعضی هاش یه خود تکراری باشه، اینا فقط برای اینه که میخوام هممون این نکته رو دقت بکنیم که پیام‌های بیت العظم رو نه اینکه باید فقط بخونیم بریم، حتما باید روش دقت کنیم، حتما باید روش توجه کنیم. ببخشید. ممنونم جناب منصور. ژیلا خانم دستشون بالاست، بفرمایید ژیلا خانم. ببخشید، من حالا یه موردی بود، حالا اگه که اشتباه میکنم لطفا بهم کمک بدین. توی پاراگراف اول برای من این قسمتی که اشاره شده بود که حضرت عبدالبها رو مثال زده بودن و بعد اون صفاتی رو که اشاره کرده بودن برای انجام فعالیت‌هاشون، یعنی تعهد مستمر و کامل آن وجود نازنین به خدمت. فکر می‌کنم این یه مواردی هست که خدمت به آستان الهی و عالم انسانی، من فکر می‌کنم این صفاتیه که باید خیلی در نظر بگیریم. و یکی موضوع این نیروی اجتماع ساز، یعنی ما شاید تا به حال جامعه سازی رو یاد گرفتیم، دیدیم که با فعالیت هایی که در اقدامات اساسی انجام میدیم و دعوت دوستانمون از قسمت های مختلف میتونست، یعنی یاد گرفتیم که چطوری اونها رو با امر حضرت بهاءالله آشنا کنیم، ولی در این نقشه 9 ساله و نقشه 1 ساله‌ای که گذشت، بیت العظم از ما خواستن که اجتماع سازی رو شروع کنیم. فکر میکنم حالا این اجتماع سازی یکم گسترده تر از جامعه سازی است، یعنی افرادی رو شامل میشه که شاید ما خیلی شاید تا به حال باشون شاید برنامه‌ای براش نداشتیم، ولی بیت العظم از ما میخوان که این کار رو بکنیم و همونطور که اشاره فرمودن خودشون هم راهکار رو دادن. این کنفرانس ها خیلی کمک میده به خاطر اینکه ما میتونیم توی محیط های کوچیک فعالیت هایی مثل اقدامات اجتماعی یا گفتمان ها رو انجام بدیم و بعد کمک بدیم که این دوستانمون این نیرویی که حالا به عنوان نیروی اجتماع ساز هست و محرک جامعه میشه به سمت تعالیم حضرت بهاءالله رو انجام بدیم. ببخشید. ممنونم ژیلا خانم. جناب منصور شما. بسیار عالی، خیلی ممنون. نکته خوبی رو اشاره کردن و اون این هستش که ببینید وقتی به طور اعظم
دقتشون رو از بخصوص نقشه یک ساله به این طرف روی مفهوم قوا و نیروی اجتماع سازی دقت دادن، به جهت این است که ما در مسیر جامعه سازی حرکت میکردیم. خب جامعه سازی خودش پایه و اساس اجتماع سازیه، اینو هممون میدونیم. اما اینجا نکته ظریفی که اینجا وجود داره، حالا نظر ما رو بیشتر معطوف کردن به اون قوایی که این کارو میکنه و بعد در پیام ها برای ما توصیف میکنن که این قوا زیربناش روحانیه. یعنی باید توجه داشته باشیم ما میخوایم مدنیتی رو مستقر کنیم که زیربنای اون روحانیه. مبادا متوجه این قضیه نباشیم و به ظاهر و گستردگی و گسترش این جامعه سازی فقط توجه کنیم، بلکه باید به ذات و اون بطن جامعه سازی هم دقت کنیم که چه قوایی رو به کار میگیریم، چگونه این قوا رو به کار میگیریم، که در پیام 30 دسامبر دقیقا برای ما توضیح دادن که این قوا قوای روحانی حضرت بهاءالله است. به همین دلیل اون نیرویی که میتونه یک جامعه رو بسازه، همون نیرو بر اساس اون جامعه سازی کمتر کم کم اجتماعات رو میسازه. وقتی شما در یک شهر بزرگی تعدادی از محله ها ساخته میشن، خب یه شهری ساخته میشه. وقتی شهرها ساخته میشن، یه ایالتی ساخته میشه و همین طور هی بزرگ میشه. ولی نکته ای که اینجا باید توجه بکنیم اینه که این نیرو کدام نیرو هست، این نیرو در کجا هست، این نیرو در تک تک مردم روی کره زمین هست. اما باید به وسیله اون ارتباطات روحانی، مفاهیم روحانی، مفاهیم اخلاقی به اونها دست پیدا بکنیم. نکته جالبی بود، ممنونیم، لطف کردید. در خدمتتون جان رضا. ممنون از همه عزیزان. روحی خانم در خدمت شما این. چشم اگر. بعد از پیام 30 دسامبر 2021، این هیئت خطاب به کنفرانس مشاورین، محافل روحانی ملی و شوراهای منطقه‌ای بهایی مجدانه مشغول ارزیابی امکانات سرعت بخشیدن به فرایند رشد در محدوده‌های جغرافیایی تحت اشرافشان در طول نقشه 9 ساله بودن. چنین به نظر می رسد که برای برآورد و سنجش پیشرفت‌ها در طول زمان مفیدتر خواهد بود که بست نقشه در 2 مرحله، یکی 4 ساله و دیگری 5 ساله منظور گردد. لذا از محافل ملی خواسته شد که پیشرفت‌های مورد انتظار در جوامع خود را تا رضوان 2026 و سپس تا رضوان 2031 در نظر گیرند. این ارزیابی بررسی مجدد مرزهای محدوده‌های جغرافیایی را نیز در بر داشت و نتیجه تعدیلات حاصله آن است که تعداد کل محدوده‌های جغرافیایی در جهان به میزان 1/4 افزایش یافته و اکنون به بیش از 22,000 بالغ گشته است. بر اساس پیشبینی‌های دریافت شده تخمین زده می‌شود که تا پایان نقشه جدید حدود 14,000 محدوده جغرافیایی دارای 1 برنامه رشد با میزانی از پیشرفت باشند. طرح‌ریزی بر این مبناست که از این رقم در طی همین مدت تعداد محدوده‌های جغرافیایی که برنامه رشد در آن بتواند فشرده محسوب شود به 11,000 بالغ گردد و انتظار می‌رود که از میان این محدوده‌های جغرافیایی تعدادی که تا سال 2031 نماد سوم را گذرانده باشند به بیش از 5,000 افزایش یابد.
حصول چنین پیشرفت‌هایی بدون تردید مستلزم تلاشی عظیم در تمام طول مدت نقشه خواهد بود. با این حال این چشم اندازها را شایسته جهدی وافر می‌دانیم، زیرا اگرچه رسیدن به آنها امری ثقیل است ولی بر مبنای برآوردی واقع بینانه تنظیم گشتن. ممنونم روی خانم عزیز، محبت کردین امروز با ما همکاری کردین. شما متشکرم، مرسی از شما، لطف دارین. شما ممنونم. دوستان عزیز در خدمت شما هستیم عزیزان. دوستان بفرمایید. جیلا خانم در خدمت شماییم. ببخشید شرمنده. ببخشید. من وقتی که این قسمت از پیام بیت الله اعظم رو مخصوصا الان زیارت شد، داشتم فکر میکردم که بیت الله اعظم همونطور که شما هم اشاره کردید چقدر زیبا به ما میخوان یاد بدن که چطوری میتونیم برای خودمون اهدافی تعیین کنیم و بعد با یک برآوردی یا اون چه که حالا خود بیت الله اعظم اشاره میکنه واقع بینانه برنامه هایی رو تنظیم کنیم که بتونه کمک بده به فعالیت هامون در محدودهای جغرافیایی. و وقتی که مراحل، وقتی که نقشه بیت الله اعظم رو به دو مرحله 4 ساله و 5 ساله تقسیم میکنن، یعنی برای خود من واقعا قابل تأمل بود که ما چقدر و چگونه میتونیم فعالیت هامون رو بر این اساس تنظیم کنیم و برای خودمون اهداف های عددی و کیفی رو مشخص کنیم. ببخشید. ممنون شما. دوستان دیگر اگر مطلبی هست عنایت بفرمایید. دوستان بفرمایند اون فهمشون رو از این پاراگراف پیام حتما بفرمایند، چون بالاخره هر کدوم از دوستان من میدونم که یه برداشتی از این پاراگراف دارن دیگه، اون برداشت رو بفرمایند تا همه بتونیم استفاده کنیم، چون برداشت همه هم دقیقه هم صحیحه، ولی هر کدام از یک دیدی اون برداشت رو دارن و میتونه مؤثر باشه در فهم بیشتر پیام. یه موقع حس نکنید که نه حالا این برداشت من ممکنه ناصحیح باشه. وقتی تفکر میکنیم برداشت هر کس صحیح هست و برداشت هر کس میتونه به فهم عمیق‌تر موضوع کمک بکنه. اینه که دریغ نفرمایید. سیمین خانم در خدمت شما هستیم. سلام و عفا خدمت جناب منصور و همه عزیزانی که در این جمع هستن. ممنون از این فرصتی که به بنده دادین. جناب منصور در این قسمت پیام بیت الله اعظم الهی اشاره به نمادها شده و ممنون میشیم که در این زمینه هم اشاراتی بفرمایید، برای اینکه شاید برای خیلی ها این هنوز مفهومش مشخص نباشه. ممنون خواهش میکنم. خب خدمتتون که عرض بکنم، من اول یه سوالی میکنم از آخر پیام این دفعه، به جای از اول پاراگراف از آخر پاراگراف. اینجا که میفرمایند حصول چنین پیشرفت هایی، یعنی رسیدن به ۱۴,۰۰۰ محدوده جغرافیایی که یک برنامه رشد داشته باشن، حالا بعد توضیح خواهم داد.
یعنی 14,000 محدوده جغرافیایی از این 22,000 محدوده جغرافیایی باید درش یک برنامه رشد باشه، حالا چه نماد اول باشه، چه نماد دوم باشه، چه نماد سوم باشه. یعنی پس 14,000 محدوده باید فعال باشن. این یک. از این 14,000 محدوده 11,000 تاش باید فشرده رشد برسن، یعنی باید به نماد دو برسن. یعنی پس میمونه فقط 3,000 تاش که میتونه هنوز به نماد دو نرسیده باشه، یعنی به نماد یک باشه، ولی 11,000 تاش باید به نماد رشد برسه، به نماد دوم برسه، فشرده رشد. و از این 11,000 تایی که فشرده رشد رسیده، خدمتون که عرض کنم 5,000 تاش باید به نماد سوم برسه و عبور کنه. خب این و به طور لازم حالا میفهمن حصول چنین پیشرفت هایی بدون تردید مستلزم تلاش عظیم در تمام طول مدت نقشه خواهد بود. با این حال این چشماندازها را شایسته جهدی وافر میدانیم، زیرا اگر چه رسیدن به آنها امری ثقیل است، ولی بر مبنای برآوردی واقع بینانه تنظیم گشته است. چگونه اینجا که میفهمن بر اساس برآوردی واقع بینانه تنظیم شده، این اشاره به چیه؟ چجوری بر اساس واقعیت اینها تنظیم شده؟ باید برگردیم به اونچه که در پیام 30 دسامبر خوندیم. یادمون هست توی 30 دسامبر بیت العدل اعظم یه مسئولیتی رو به مشاورین قاره‌ای دادن؟ در اونجا فرمودن که به مشاورین قاره‌ای فرمودن که شما باید ما محافل ملی به مشورت بپردازید و با توجه به دستاوردهایی که الان دارند و امکاناتی که دارند، اهداف آیندهشون رو نمیخواد به شکل خیلی دقیق، ولی اهداف آیندهشون رو مشخص بکنند و تا نوروز برای بیت العدل اعظم ارسال بکنند که بیت العدل اعظم بتونن اهداف رو در رضوان 2022 به عالم بهائی اعلام کنن. این واقع بینانه بودن به دلیل اینکه تمام عالم بهائی نشستن بر اساس امکانات و واقعیت‌های محل خودشون، شهر خودشون، کلاستر خودشون، منطقه خودشون و کشور خودشون یه اهداف واقعی رو تنظیم کردن و برای بیت العدل اعظم فرستادن و بیت العدل اعظم هم بر اساس اونها این اهداف رو برای ما دارن ارائه میدن. به همین دلیل که واقعیه. اینجوری نیست که بیت العدل اعظم الهی خودشون نشسته باشن و تصمیم گرفته باشن. مجدداً صداتون قطع شد جناب منصور. الان صدای من میاد؟ بله. خب اما چون گفتیم واقع بینانه، یه موضوعی را من اینجا بگم که دوستان در جریان قرار بگیرن که این مسئله واقع بینانه توی پیام 30 دسامبر هم دقت کردیم که بیت العدل اعظم فرمودن بر اساس واقعیت موجود در محدوده خودتون، یا در پیام های می فرمان قرائت منطقه، قرائت کلاستر. یعنی چی؟ یعنی درک صحیح واقعیتی که در کلاستر وجود داره. یعنی ما واقعیت اینجوری داره به ما نشون میده که ما امکاناتمون اینقدره، پس بر اساس این امکانات حرکت میکنیم. یه تعریفی رو بیت العدل اعظم از عمل سیستماتیک ارائه دادن. این خیلی خیلی مهمه که ما به اون توجه کنیم و جالبه که در همین هدایت 30 دسامبر بیت العدل اعظم هم برای این
اهدافی که باید تنظیم کنند و برای نوروز به بیت العدل اعظم الهی بفرستند، بیت العدل اعظم یه هدایتی رو میفرمایند و اون اینه که نمیخواد حالا خیلی به نکات ریز توجه کنید، بعضی نکات رو در آینده میشه تلطیف کرد، یعنی میشه تغییرات کوچکی در اون داد. به همین دلیل یه مفهومی رو ما در پیام‌های بیت العدل اعظم داریم که این مفهوم یا این واژه مفاهیم بسیاری رو همراه خودش میاره. این واژه بسیار معروفی است که زیاد هم باش برخورد میکنیم. این واژه سیستماتیکه. خب وقتی ما میگیم سیستماتیک، بیت العدل اعظم در پیام، اگر اشتباه نکنم تو ذهنم باشه، مثال بعدیشو بیشتر تو ذهنم، رضوان 153 اگر اشتباه نکنم، اونجا میفرمان که این شکل عمل تبلیغ یعنی سیستماتیک و علمی، یعنی واژه علمی رو هم همراه سیستماتیک میارن. میفرمان نه فقط به اقدامات امری ما روح و معنا میبخشد، بلکه به تمامی جوانب زندگیمون روح و معنا میبخشد. این واژه سیستماتیک بسیار واژه مهمی هست، به خصوص در امر تبلیغ. و الان میبینیم که بیت العدل اعظم هم با توجه به همین واژه اومدن و این اهداف رو به کمک مشاورین محترم قاره‌ای و محافل ملی و شوراهای منطقه‌ای تنظیم کردند. یه مطلبی رو بیت العدل اعظم در پیام دسامبر 2005 می‌فرمایند که این مفهوم سیستماتیک رو برای ما روشن می‌کنه. حالا دوستان یادداشت نمی‌خواد بکنن، این رو انشاءالله وقتی اون مطالب رو من تایپ شد رسید تقدیمتون کردم میتونید از روش بخونید بعدن. من فقط دو خط هست میخونم، میخوام دقت رو جلب بکنم به این مسئله واقع بینانه و مطالب بعدی که حتما در پاراگراف بعدی میاد. بیت العدل اعظم الهی میفرمایند برای برنامه ریزی، این رو بیت العدل اعظم میفرمایند، یعنی وقتی میخوام یه برنامه ریزی کنیم برای رسیدن به یه هدفی، بیت العدل اعظم میفرمایند وصول به دیدگاهی واحد درباره رشد که بر اساس ارزیابی واقع بینانه امکانات و منابع است. یعنی دقیقا اینجا می فرمایند که وقتی در مورد رشد می خواهیم برنامه ریزی بکنیم، باید یک دیدگاه واحدی در مورد رشد در اون محلمون، کلاسترمون داشته باشیم، دیدگاه واقع بینانه. بعد می فرمایند ایجاد استراتژی هایی که به آن دیدگاه ساختار می بخشد، ابداع و اجرای نقشه‌های عملی متناسب با قابلیت موجود، انجام تعدیلات لازمه در عین حفظ تداوم عمل و توسعه فعالیت‌ها بر اساس موفقیت‌های حاصله. هر جامعه باید به این نکات، یعنی ضروریات اقدامات سیستماتیک را فرا گیرد و آن را در راه و روش خود رسوخ دهد. بعد میبینیم که توی همین پیام این اقدامی که بیت العدل اعظم الهی کردن، اول فرمودن بر اساس واقعیات محل و زندگیتون یه برآوردی از رشد بکنید، ببینید امکاناتتون چیه، حالا یه برنامه ریزی بکنید برای حرکت. حالا وقتی حرکت کردید میشه یه مقداری تعدیلش کرد، تلطیفش کرد، یعنی یه مقدار اهداف رو کمتر کرد یا یه مقدار اهداف رو بیشتر کرد. و دقیقا الان بیت العدل اعظم الهی هم همین کار رو انجام دادن. خب اما در مورد نمادها، پس 14,000 محدوده جغرافیایی از 22,000 محدوده جغرافیایی باید درش برنامه رشد باشه. پس گفتیم برنامه رشد میشه نماد اول، نماد دوم، نماد سوم و و و. خب حالا این 14,000 محدوده که باید برنامه ای از رشد داشته باشن یعنی چی؟
یعنی چه اتفاقی باید در یک محدوده بیفته تا ما بگیم این محدوده دارای برنامه رشده. این یه اگر اجازه بدید یه خورده به این یه وقت مناسب تری بذاریم اینو قشنگ جا بیفته برای هممون که این دیگه تو ذهن هممون باشه. این وقتی میگیم یه محدوده دارای برنامه رشد است، یه محدوده دارای برنامه رشد نیست، یعنی چی؟ چی به نظرمون میاد؟ دوستان کمک بفرمایید. اسمتون رو نمیدونم چی هستش ولی دستتون بالاست بفرمایید. خودتون هم معرفی کنید لطفا. خواهش میکنم. صدای من میاد؟ بله اسمتون معرفی بفرمایید. خواهش میکنم. من روستایی هستم. میخواستم بگم که وقتی که در یه محله یه فردی، حالا ممکنه این یک نفر باشه، چه بهتر که حداقل به 3-4 نفر برسه. وقتی یه فردی در یه محله شروع میکنه اقدامات اساسی رو انجام دادن که مراوداتش رو با در واقع ساکنین اون منطقه زیاد میکنه، سعی میکنه باشون رفت آمد بکنه تا بتونه پایه‌گذار یکی از این، حالا مثلا جلسه دو، کلاس های روحی، اگر اطفال هست اونجا، البته اینا همه استفایسته هست ها، بتونن بعد کلاس های نوجوانان یا کلاس های اطفال از دل این رفت آمد و انجام بشه. ولی حداقل یک نفر تو اون منطقه باید کمر همت و محکم ببنده و شروع کنه به این اقدام. این شروع یک فکر میکنم پروسه رشد در اون منطقه باشه. ببخشید. خانم احمدی در خدمت شما هستیم. صدا تو خوب نیست خانم احمدی. الو صدا تو اشکال داره خانم احمدی. هیچ نویز هستش. من با اجازه میبندم این اکانتو. الو بفرمایید. خواستم ببینم که بگم که نماد یک موقعی میگیم یه جامعه داره یه نماد یک یا وارد نماد یک شده که سه اقدام اساسی تو اون جامعه صورت گرفته باشه و جامعه کاملا پویا باشه. ممنونیم خانم احمدی عزیز. سایر دوستان اگر محبت بفرمایید. خب بفرمایید. جناب منصور در خدمت شما هستیم. خیلی ممنون از دوستان صدا نداریم جناب منصور. الان میاد. بله همطور که بیت الله لازم فرمودند وقتی یک مهاجری از یک محدوده به یک محدوده میره که در اونجا هیچ هیچ کاری انجام نمیگیره و یا یکی از افرادی که در اون محدوده هستن همونطور که اشاره کردن اقدام میکنه و ارتباطاتی رو برقرار میکنه برای این که کاری شروع بشه، حالا یه جلسه دعا تشکیل بشه، یه کلاس اطفال تشکیل بشه، ما میگیم این محدوده دارای برنامه رشد است. پس 14,000 از محدوده هایی که مورد نظر هست از 22,000 محدوده باید حداقل این کار درش انجام بگیره. بعد میرسیم به رسیدن به نماد یک. وقتی که یه تعدادی اقدام اساسی شروع شد، حالا چه در بین خود جامعه بهایی، اینجا تفاوتی نمیکنه. یعنی مثلا اگر 10 تا خانواده بهایی اونجا زندگی میکنن، بین خود این خانواده های بهایی
این اقدامات شروع شد. مثلا یه جلسه دعا بود، یه کلاس اطفال بود، یه تواندهی نوجوانان بود، خدمتون که عرض بکنم یه حلقه مطالعه بود. میگیم این محدوده رسیده به نماد یک. اصولا بین شروع برنامه رشد و رسیدن به نماد یک خیلی فاصله نخواهد بود. به همین دلیله که اینجا بیت العظم دیگه از نماد یک صحبتی نفرمودن، یعنی این 14,000 محدوده خود به خود باید به نماد یک برسن. حالا از این 14,000 محدوده 11,000 محدوده باید به رشد فشرده برسن. نکته مهم همیشه در انتقال از نماد یک به نماد دو هست. بیت العظم در یک پیام می‌فرمایند که وقتی ده‌ها نفر در خدمت صدها نفر قرار می‌گیرند، ده‌ها نفر، یعنی از اینجا نقطه شروع شه، 20 30 40 50 تا 100 نفر، یعنی 100 نفر اقدام کننده میشن، یعنی ما 100 تا اقدام اساسی داریم، 80 تا اقدام اساسی داریم، چه می‌دونم 40 تا اقدام اساسی داریم، و در این اقدامات اساسی 300 تا 400 تا 200 تا 250 تا 500 نفر شرکت کننده داریم، ما میتونیم بگیم که این محدوده جغرافیایی به نماد دو رسیده. اما یه نکته ای که خیلی خیلی مهمه برای رسیدن به این نماد دو، اینجا دیگه فقط بحث جامعه بهائی نیست. تعداد به قول معروف قابل توجهی از این اقدام کننده ها و شرکت کننده ها باید از جامعه بزرگتر باشن. یعنی یکی از ویژگی های رسیدن به نماد دوم اینه که اقدام کنندگان اقدامات اساسی و شرکت کنندگان در اقدامات اساسی باید از جامعه بزرگتر باشن. اگر چنین اتفاقی نیفته، این رشد فشرده نیست، این رشد پایا و پویا نخواهد بود. اینجاست که خیلی خیلی مهمه که ما بعض مواقع یه الگوهایی رو به دست آوردیم. مثلا میگیم که به عنوان مثال میگیم هر جایی که تعداد اقدامات اساسی مثلا به عنوان مثال به 30 یا 40 رسید، اون محدوده به رشد فشرده رسیده. نه، این صحیح نیست. آیا این 30 تا 40 تا اقدام کننده و چه میدونم 300-400 تا شرکت کننده چه تعدادشون از جامعه بزرگترن؟ چون اگر از جامعه بزرگتر نباشن، این رشد پایا و پویا نخواهد بود، بعد از یه مدتی افت خواهد کرد، همونطور که در سالهای نزدیک به 2000 و یادم نیست دقیقا چی بود این اتفاق افتاد، و به همین دلیل بیت العظم دستور دادن که از این به بعد ترویج باید همراه تحکیم باشه. یعنی شما وقتی ترویج میکنید، یعنی تبلیغ میکنید، وقتی که وارد میشن اینا باید تحکیم بشن. تحکیم بشن یعنی چی؟ یعنی خودشون وارد اقدامات اساسی بشن. به همین دلیل که وقتی صحبت از نماد دو میکنیم، یعنی نمادی که همچی اتفاقی درش افتاده، شرکت کنندگان زیادی و اقدام کنندگان زیادی از جامعه بزرگتر هستند. حالا از این 11,000 محدوده که باید به این حد برسن، 5,000 تاش باید از این فراتر برن و به نماد 3 برسن و از نماد 3 عبور کنن. یعنی چی؟ یعنی صدها نفر در خدمت هزاران نفر باشن. حالا دقت بکنید، از لحاظ یکیش مسئله کمیتشه، یعنی از لحاظ تعدادیشه، یعنی مثلا 200 نفر 300 نفر 400 نفر اقدام کننده ما داشته باشیم، 3000 نفر 4000 نفر 5000 نفر شرکت کننده، که از این افراد هم باید باز تعداد قابل توجهی چی باشن؟ از جامعه بزرگتر باشن. اینه که بعد در به نماد 3 وقتی که میرسن، توی پیام 30 دسامبر هم با هم خوندیم
که در اون محله چه اتفاقات زیبایی میفته. مثلا جلسات جامعه تشکیل میشه، یعنی همه جامعه اون محل یا کلاستر در ارتباط با هم دور هم جمع میشن، صمیمیت ها زیاد میشه، ارتباطات زیاد میشه، تعداد زیادی از بچه هاشون به کلاس اطفال میرن، به توانده نوجوانان میرن و موارد دیگه. و اینم میشه نماد سوم. و انشاءالله نماد چهارم هم که یه سری کلاستر داریم که اینها دارن اینا رو تجربه میکنن، انشاءالله شاید در اواسط همین نقشه به عنوان یادگیری به اطلاعات اعظم الهی نماد چهار رو هم به عالم بهایی ارائه بدن. سپاسگزارم جناب منصور، ازتون اجازه میخوام که یک تنفسی داشته باشیم. شما هم یک گلویی تر کنید ببینم حامد جان، اگر جناب جابری اگر شیرینگ رو بردارین من ببینم اگر خانم اردستانی تشریف دارن اون شعر زیبایی باهایی رو که برای ما در جلسه دیگری خوندن برامون بخونن. حامد جان تصویر رو اجازه بدید من این تصویر رو بازش کنم، بازم بازتر، اینم از این. حامد جان هستی عزیزم؟ بله بله در خدمتتون هستم. خیلی خوب، پس تصویر عمومی رو بذار فدات بشم. تصویر عمومی شما اون بالا سمت راست ویو رو بزنید. دارم میبینم، دارم میزنم پیدا. گزینه گالری رو بزنید. آره قربانت برم. فدات شم. خانم صنم اردستانی. اردستانی بله بله. ایشون اگر این شعر زیبایی رو که این باز نمیشه من هرچی میزنم روش. حامد جان. باز شد. خب سنم خانم محبت میکنی اون شعر زیبا رو برام با اون لحن ملکوتی؟ واقعا من دلم نمیاد شما تشریف داشته باشین و ما صدای شما رو نشنویم. شما نهایت لطف داری. چش زنده باشین. یه وقت این بچه ها اینقدر صدا میکنم من در رو بجرخیم. انقدر من صدای بچه های شما رو دوست دارم. نه بر توی روی بنها، بر توی روی بنها تافته بر خانه ما، جانای در خلوت جان ساخته، جانانی ما میچکنش رشک بهار، دم به دم از چشمه دل کزمه عشق لبالب شده، پیمانه ما عارفان را چه سمر، عارفان را چه سمر از شجر ناری عاقلان را چه خبر از دل دیوانی ما، عارفان را چه سمر از شجر ناری عشق، عاقلان را چه خبر از دل دیوانی ما، عاقلان رو چه خبر از دل دیوانه ما.
تو که از جذبه یاد مام به جنون بی خبری چه نصیحت کنی عاقل فرزانه ما، چه نصیحت کنی عاقل فرزانه ما. آشنا تا شدم ای دوست به مهر تو شوم، آشنا تا شدم ای دوست به مهر تو شوم، آشنایان جهان یک سر بیگانه ما. سر و سامان همه را سوخت در آن روز که دوست آتش عشق برافروخت به کاشانه ما. باز ورقا شکنن تو به یه هوشیاری را، شنود گر به چمن نه ری مستانه ما، شنود گر به چمن نه ری مستانه ما. بر روی مهم زلف پریشان مزه دارد، پیرامون گل سم بل پیچان مزه دارد. ای خیال و چه تمنا یه محال است، درویش و پذیرای سل تان مزه دارد. نوت غمم کشته شدن بر سر کویش، قربانی آن تایر بی جان مزه دارد. ما غرقه در یای لغای، ما غرقه دریای فناییم لغایی، با ما سخن شدت باران مزه دارد، با ما سخن شدت باران مزه دارد. تشکر. عالی بود خانم اردستانی، ممنون. همیشه لذت میبریم، همیشه. خب دوست من اجازه بدین با جناب منصور یه مشاورتی داشته باشم، یه سوالی بکنم از حضورشون. ما الان سه پاراگراف رو مطالعه کردیم و الان دوستان عزیز یه چهار ساعتی هست که روی برنامه هستن، دو ساعت با جناب ذبیحی و الان هم دو ساعت با ما هستش. آیا فکر میکنید ما یک دو تا پاراگراف دیگه مطالعه بکنیم و بعد بگذاریم برای هفته آینده بقیه شو، یا این که فکر میکنید تمامش کنیم امروز چون چهار پاراگراف دیگه مونده؟ نه خب تمام که نمیشه. خب بس اجازه بفرمایید، چون دوستان هم 3-4 ساعت اینجا بودن، ما یک پاراگراف دیگه رو مطالعه بکنیم و اجازه بدیم دوستانم یک چند کلمه با هم صحبت بکنن و یک دنیا از شما سپاسگزاری میکنیم البته همیشه، و این در برنامه هفته آینده سه پاراگراف دیگر رو با هم مطالعه خواهیم کرد. ممنون جناب جابری عزیز. الان در خدمت دوست نازنینی که در منزل ما تشریف دارن هستیم، ویدا خانم شیرازی عزیز، اگر آماده هستین بفرمایید پاراگراف چهارم رو. و
ببخشید دست الکترونیکی چون میشه بیاره بالا. حامد جان ایشون رو جان. ایشون نمیتونن وارد بشن عزیزم. چرا؟ الان میان پیش من اینجا. آها ویدو خانم وارد شدن. وارد شدن بسیار خوب بسیار خوب. بله. بسیار عالی. موفق شدیم پس. کوهوس شدیم ویدو خانم هر وقت بخوایم میتونیم خودتون. بله بله. الان تونستم آمیوز بشم. الله حفظ خدمت عزیزان. الله حفظ. خوش آمدید. ممنونم مرسی. این واقع گویا بسیاری نکات است. اگر مؤسسات و نهادهای اداری به نحو قابل ملاحظه‌ای تکامل نیافته بودند، در نظر گرفتن چنین اهدافی نمی‌توانست واقع بینانه باشد. چرا که با قابلیت‌های چشمگیری که کسب کردند، می‌توانند امور جامعه‌ای را اداره نمایند که فعالیت‌هایش به سرعت افزایش یافته و تعداد فزاینده‌ای از نفوس هم افق را در بر گرفته است. کوشش برای دستیابی به چنین رشدی ممکن نبود. اگر رغبت و شوق به یادگیری یعنی عمل، تأمل، کسب بینش و فراگیری بینش‌های حاصل در سایر نقاط در تمام سطوح پرورش نیافته و به سطح مردمی جامعه گسترش داده نشده بود، تلاش برای وصول به چنین برآوردهایی نیز به سختی امکان پذیر می بود. اگر رویکردی سیستماتیک در امر تبلیغ و در توسعه منابع انسانی به نحو فزاینده‌ای در عالم بهایی به منصه ظهور نرسیده بود، همه این تحولات آگاهی جامعه بهایی را درباره هویت و مقصد و هدفش افزون نموده است. عزم راسخ به برونگرایی در فرایند جامعه سازی که از قبل در بسیاری از نقاط جنبه‌ای تثبیت شده در فرهنگ جامعه گشته بود اینک در تعداد فزاینده ای از جوامع به صورت یک حس مسئولیت واقعی برای پیشرفت روحانی و مادی گروه های به مراتب بزرگتری در اجتماع فراتر از عضویت جامعه بهایی شکوفا گردیده است. مساعی دوستان در جامعه سازی، در اشتغال به اقدام اجتماعی و در مشارکت در گفتمان‌های رایج در اجتماع تماماً در یک مشروع جهانی با هم منسجم شده در یک چارچوب عمل مشترک با هم مرتبط گردیده و متمرکز بر این هدف است که نوع بشر را یاری دهد تا امورش را بر پایه اصول روحانی برقرار نماید. اهمیت پیشرفت‌های توصیف شده را که 100 سال پس از آغاز نظم اداری بهایی به این مرحله رسیده نمی‌توان نادیده گرفت. این مشتاقان در افزایش فوق‌العاده قابلیت که در طول 2 دهه گذشته حاصل شد و این امکان را به وجود آورد تا عالم بهایی مجهودات خود را با دید ظهور و بروز بخشیدن به نیروی اجتماع‌سازی امر مبارک بنگرد، شواهد قاطع ورود امر الهی را به 6th عهد عصر تکوین مشاهده می نماییم. در پیام رضوان سال گذشته اعلان نمودیم که پدیده گسترده شرکت تعداد کثیری در فعالیت‌های بهایی، تنویر قلوبشان به نور ایمان و اکتساب مهارت‌ها و توانایی‌ها برای خدمت به جوامعشان نشانه آغاز 3rd عهد نقشه ملکوتی حضرت عبدالبها بود.
بنابراین نقشه یک ساله که در آن زمان آغاز و حال به پایان رسیده است، نمایانگر مجموعه از پیشرفت‌های تاریخی توسط جمع مؤمنین با وفایش گشت. اینک در آستانه مأموریتی جدید و عظیم، جمع متحد پیروان جمال مبارک آماده است تا امکانات وسیع موجود را غنیمت شمرده در تحققش بکوشد. سپاسگزارم خانم شیرازی عزیز. ممنون. ممنون از شما. دوستان عزیز، در خدمت شما عزیزان هستیم. سیمین خانم بفرمایید. ممنونم از اینکه دوباره به بنده فرصت دادین. در این قسمت به چند تا مورد بسیار مهم اشاره شده که موردایش یکی اقدامات اجتماعی هست و گفتمان‌های رایج هست، و مورد بعدی که من یادداشت کردم اکتساب مهارت‌ها و توانایی هست. در مورد این اقدام اجتماعی و مشارکت در گفتمان‌های اجتماعی فکر می‌کنم اگر که جناب منصور بیشتر باز کنن این مطلب رو متشکر می‌شم. خیلی ممنون. سیم خانم، ژیلا خانم در خدمت شما هستم. خیلی ممنون، مرسی. بکنم امشب من خیلی حرف زدم، شرمنده. موضوعاتی که اشاره کردن توی این پاراگراف موضوعات خیلی مهمی رو اشاره میکنن که خیلیشون برمیگرده همونطور که اشاره کردم به پیام 30 دسامبر. در ابتدا موضوع مؤسسات و نهادها رو اشاره میکنن. توی پیام 30 دسامبر پاراگراف 3 اشاره میکنن که اگه که روابط پویای بین سه شرکت کننده فرد، جامعه و مؤسسات این ارتباط تصحیح نشه، پس پیشرفتی هم در فعالیت‌ها اتفاق نمیفته. پس موضوع این روابط خیلی مهمه. اینجا هم اشاره میکنن بر اساس این پیشرفت هست که دوباره همون موضوع واقع بینانه بودن اون چه که بیت الله اعظم از جامعه بهایی میخواد و اون قوای اجتماع سازی که تأثیراتش رو خواهیم دید. پس این خیلی مهم هست. و یکی موضوع برونگرایی در فرایند جامعه سازی. دوباره این رو هم در پاراگراف 12 پیام 30 دسامبر خاص بهش میپردازه و اشاره میکنه که تمرکز کامل بر برونگرایی، که اشاره میکنن طبیعتا این خیلی مهم هست و باید ما تمرکزمون رو از دست ندیم به خاطر اینکه خیلی کمک میکنه به اون درک مفهوم اجتماع سازی. و یکی اون چهارچوب عمل مشترک که به نظر من این هم خیلی مهمه که واقعا ما این چارچوب عمل مشترک رو بشناسیم و بتونیم بر اساس اون فعالیت انجام بدیم. و اون تنویر قلوبی که اشاره میکنن هم خیلی جالبه، که این که اشاره میکنن که این باعث میشه که واقعا اون چه که من به نظرم میرسه این هست که کمک میکنه به این که ما فکر نکنیم که ما یک جامعه هستیم که قرار هست که فقط به جنبه های روحانی افراد بپردازیم. ما باید اعتماد کامل پیدا کنیم به جامعهمون و اینکه بدونیم خودش میتونه برای خودش یعنی سبب پیشرفت بشه، و اگه که
از بیرون ما خودمون رو فقط به عنوان یک تسهیلگر ببینیم، اون وقت در مشورت با افراد جامعهمون، در ارتباط با اونها، حتی در نحوه رفتارمون با دیگران به نظرم خیلی تغییرات ایجاد میشه و بعد میتونیم اون نیروی اجتماع سازی که تعالیم حضرت بهاءالله هست میبینیم که در همه افراد خواهیم دید و اونها اون واقعا تغییر رو ایجاد خواهند کرد. ببخشید. ممنون جیل خانم عزیز. اگر نظری دیگه باشه. خب جناب منصور در خدمت شمایم عزیز. خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم با توجه به اون موردی که فرمودید که دوستان خیلی وقت در جلسه حضور دارن، من با طرح چند تا سوال از همین پاراگراف میخوام ذهن دوستان تا هفته آینده خود رو مهیه خود ذهن دوستان رو تا هفته آینده مشغول کنم و بعد هفته آینده یه خود به اینا بیشتر بپردازیم، به جهت اینی که خب اینها مفاهیم خیلی مهمی در پیام بیت العظم الهی است. دو تا از مفاهیمی که خیلی خوب دوستان بیشتر روش تأمل کنن همین موضوعاتی است که سیمین خانوم هم بهش اشاره کردن و یک موضوع هم که ژیلا خانوم بهش اشاره کردن. اقدام اجتماعی یعنی چی؟ گفتمان‌های عمومی یعنی چی؟ یا بهتر بگیم گفتمان‌های رایج یعنی چی؟ یا به اصلا گفتمان یعنی چی؟ تفاوت گفتمان با گفتگو چیه؟ مثلا ما میگیم گفتگوهای هدفمند، منظورمون همون گفتگوهایی که در کتاب 2 و کتاب 6 میآموزیم، ولی تفاوتش با گفتمان چیه که به عنوان یکی از فرایندهای کلی جامعه هست. و مسئله چارچوب عمل، این چارچوب عمل چیه؟ این سه تا موضوع است که بهش به دوستان میتونن روش یه خورده تفکر کنن تا هفته آینده. و یه موضوع دیگه اینجا به طور لازم میفهمن که عزم راسخ به برونگرایی که فرهنگ جامعه گشته بود به صورت یک حس مسئولیت واقعی شکوفا شده. این یعنی چی؟ خب به طور لازم اینو دارن میفرمان که این اتفاق افتاده. یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی افتاده؟ آیا ما این اتفاق رو ملموس میبینیم یا در خودمون میبینیم یا اگر نمیبینیم یه کاری کنیم ببینیم؟ یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی افتاده؟ یا اینکه میفرمان که جامعه سازی، اقدام اجتماعی و گفتمانهای رایج، همین سه فرایند کلی، این سه فرایند کلی در جامعه که داره انجام میگیره، میفهمن که تماما در یک مشروع جهانی منسجم شده و در یک چارچوب با هم مرتبط گردیده. این که منسجم شدن با هم یعنی چی؟ حالا مرتبط شدن یعنی ارتباط برقرار کردن، ولی این که منسجم شدن یعنی چی؟ اینا همون نکاتیه که وقتی یه پاراگراف رو میخونیم برای ما میتونه سوال باشه. یا می‌فهمن جامعه سازی، اقدام اجتماعی و گفتمان‌ها متمرکز بر این اهداف است که نوع بشر یاری شوند تا امورشان را بر پایه اصول روحانی برقرار نمایند. مثلا اقدام اجتماعی چرا ارتباطش با اصول روحانی چیه؟ گفتمان‌ها ارتباطش با اصول روحانی چیه؟ جامعه سازی یعنی همون اقدامات اساسی ارتباطش با اصول روحانی چیه؟ چون همه چیز در امر مبارک با اصول روحانی ارتباط داره. خدمتون که عرض بکنم این ورود به ششمین عهد عصر تکوین یعنی چه اتفاقی مگه افتاده که ما وارد ششمین عهد عصر تکوین شدیم؟ خدمتون که عرض بکنم یا اصلا عهود عصر تکوین کدامند؟ عهود نقشه های تبلیغی حضرت عبدالبها کدامن؟ اونا چجوری شروع شده؟ از کجا شروع شده؟ اینا مطالبی است که اتفاقا توی این پاراگراف وجود داره. دوستان میتونن لطف کنن تا هفته آینده این پاراگراف رو یه بار دیگه، دو بار دیگه، سه بار دیگه مطالعه بکنن. بعد هفته آینده هم به این پاراگراف میپردازیم و هم به بقیه پیام.
و یک دنیا سپاس از استاد نازنین جناب منصور عزیز که واقعا این مطالب رو برای ما حلاجی میکنن، میشکافن و تفکر و تعمق میکنی با هم دیگه، و عزیزانی که همکاری میکنن در مطالعه پیام. واقعا سپاس از همه شما عزیزان، ممنونم، خسته نباشید. در اینجا